برج سلام با اخبار امروز جمعه 17 حمل مصادف است با 5 اپریل از دایکوندی تی وی خوش آمدید. تیراندازی بر نمازگزاران در فرای یک کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. منابع در ولایت فرا میگوید که در پی تیراندازی افراد ناشناس بر نمازگزاران در ولسوالی پشتکوی یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شده است. یک منبع میگوید که افراد مسلح بر نمازگزاران هنگام ادای نماز تراویح تیراندازی کردند و در نتیجه یک نمازگزار کشته و 3 نفر دیگر زخم برداشته است. بعد از تیراندازی افراد مسلح موفق به فرار از سهم میگردد و انگیزه تیراندازی تا هنوز مشخص نیست. تیراندازی محافظان شفاخانه چارچنای اورازگان بر مردم 3 نفر کشته شدند. مسئولان محلی طالبان در ولسوالی چارچنای اورازگان تایید میکند که در تیراندازی یک از محافظان شفاخانه مرکزی این ولسوالی در جریان درگیری گروهی از باشندگان این ولایت 3 نفر کشته شدند. یک نفر دیگر نیز زخم برداشته است. دلیل این درگیری تنش بر سر تعیین دکتر بوده است که برخی از اهالی منطقه خواستار تمدید قرارداد با دکتران فعلی شفاخانه یا تگاب بودند، اما برخی مخالف این کار بودند که در نتیجه درگیری رخ دادند و یک از محافظان شفاخانه به سمت مردم تیراندازی کرده است و در پی آن 3 نفر کشته شدند و یک نفر زخم برداشته است. طالبان بار دیگر به احزاب سیاسی افغانستان هشدار داد که فعالیت های خود را متوقف کند. وزارت عدلیه طالبان با تاکید بر ممنوعیت احزاب سیاسی اعلام کرده است که فعالیت سیاسی زیر حزب در افغانستان غیر قانونی است. این وزارت روز پنجشنبه در اطلاعیه به فعالان سیاسی هشدار داده و گفته است که در صورت تکرار فعالیت احزاب با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد شد. سازمان عفو بین الملل گفته است که پاکستان طرح اخراج مهاجران را عاجل لغو کند. سازمان عفو بین الملل از کشور پاکستان خواسته است تا هرچه عاجل طرح اخراج اجباری مهاجران افغان را لغو کند. این سازمان در خبرنامه طرح اخراج مهاجران افغان از پاکستان قوانین بشری و سازمان پناهندگان را نقص و زندگی تمام مهاجران افغان را با تهدید مواجه کرده است. این در حالی است که چند پیش حکومت پاکستان از اخراج مرحله دوم مهاجران افغان خبر داده بود. تحویل بیش از 60 خانه نو ساخته به زلزله زدگان در دو ولسوالی هرات. در ادامه تحویل دهی خانه های نو ساخته با زلزله زدگان هرات، این بار 66 خانه دیگر به کمک مالی صنعتکاران ساخته شده بود. با زلزله زدگان ولسوالی های گلران و انجیل این ولایت تحویل داده شده است. مولوی احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات و سخنگوی کمیسیون رسیدگی و زلزله زدگان میگوید تا کنون 4000 خانه به آسیب دیدگان زلزله در ساحات مختلف ساخته شده و در آینده نزدیک 2000 خانه دیگر نیز ساخته می شود.